در مورد آقای صدر در این فضایی که در اختیار دارید حدود دو سه دقیقه بتونم برای دوستانتون عنوان بکنم، این است که چندی پیش در دانشگاه علامه طباطبایی سخنرانی در مورد امام صدر داشتم تحت عنوان نیاز عصر و نیاز نسل. امام صدر سر نیاز عصر و نیاز نسل، و اونجا به تبیین دیدگاه های ایشون اشاره کردم. آیت الله موسوی اردبیلی گفته بودن که امام صدر سالها از زمان خودش جلوتر بود. شهید مطهری در پاریس به من گفتن که دایی تو 50 سال جلوتر از زمان خودش رو میدید. من در اون سخنرانی به خاطراتی از ایشون پرداختم و به بیان دیدگاهی از ایشون پرداختم که نشون میداد ایشون 200 سال زودتر از زمان خودش میاندیشید. بحثی رو از دیدگاه ایشون تحت عنوان اکولوژی اخلاق عنوان کردم که در واقع در وظایفی که بر انسان تبیین میکردن ایشون، انسان رابطه خودش با خودش، رابطه با خداش، رابطه با جمع، یک رابطه ای را تبیین میکردن رابطه انسان با محیط زیست و با طبیعت، و که برای حفظ طبیعت و بهره برداری از طبیعت و از نواهر طبیعت، اینا یه بحث بسیار مفصلی است، و عدم اسراف در اینجا. این خب یه بحث مفصلی است که ان شاءالله حالا اون متن که ان شاءالله تکمیل شد در اختیارتون قرار میگیره. اجمالا این که آقای صدر یک وجود ناشناخته است، ابعاد وجودی ایشون شناخته نشده. اون چیزی که تلاش شده تا به حال از اندیشه ها و آرمان های ایشون بیان بشه جزئی از یک دریاست. مثلا در مورد ارتباط ایشون با هنر، ارتباط ایشون با ذوقیات، ارتباط ایشون با معارف متعالی، ارتباط ایشون با ماوراء طبیعت، ارتباط ایشون با موسیقی، ارتباط ایشون با هنرهای مجسم، هیچ کدوم اینا از تبیین نشده، در حالی که اگر بیان بشه که چون قصد دارم این کار رو هم بکنم در این فرصت زمانی، و دیدگاه هایشون در هر کدوم از این مباحثی که عرض کردم، و بعدم یک بحثی اصلا دیدگاه ایشون تفکیکش از اندیشه دینی و عاطفه دینی، این نیاز داره به اینکه باز بشه و تبیین بشه. من در مجموعه خاطراتم که تا به الان 3 جلدش چاپ شده، جلد 1 و 2 و 3، جلد دوم انحصارا به ایشون اختصاص داره. مجموعه مطالب ارتباط ایشون، وضعیت خانوادگی ایشون، وضعیت شرایط ایشون، جایگاه ایشون در لبنان، ارتباطشون با انقلاب اسلامی ایران، ارتباطشون با انقلاب فلسطین، پیوند دادن هر دو با رهبری انقلاب، و بعد جایگاهی که امام برای ایشون متصور بودن بعد از پیروزی انقلاب. شما میدونید که آیت الله موحدی عطایی میگه که من سال 56 رفتم نجف، بهشون گفتم که اما قدجوری پاتو کفش شاه کردی، اگر اینجور به جلوی این ساقط بشه این نظام برای اداره این مملکت چکار مهم میکنه؟ اداره یک کشوری، ما تو اداره حوزه موندی، اداره یک کشور تو این شرایط کی میخواد اداره کنه؟ گفتم نگران نباشم، رفت خودت سید موسی صدر. این سال 56 دیدگاه امام، و بنابراین میبینید زیادم شگفت داده نمیشید وقتی که بشنید 6 ماه قبل از پیروزی انقلاب ایشون از صحنه سیاسی خارج میشن، و اون بیانیه معروفی که تحت عنوان ندای انبیا در لوموند منتشر کردن بعد از اینکه منزل امام رو در نجف محاصره کردن که پیام ایشون به ایران نرسه، ایشون پیام امام به جهانیان رسید. وقتی من خب اومدن زبان ایشون رو قطع بکنم، یک بیان بسیار وسیع‌تر در جهان عرب و جهان اسلام سخنان امام انعکاس بود. در حال مجموعه کسانی که به نوعی پیوند داشتن با امام صدر، من احساس می‌کنم مدیونند در معرفی اندیشه‌های ایشون، آرمان‌های ایشون، سلوک ایشون، روش مردم‌داری ایشون. بیان بکنم چی میشه که یک شخصیت، یک روحانی جوان
در یک کشوری مثل لبنان با اون همه مذاهب و فرق مختلف، در حالی که رهبر بلا منازعه فرقه شیعه است، توسط اکثریت مسیحی دعوت بشه ازش یا در کلیسا مراسم عبادی کاتولیک های لبنان رو براشون اجرا بکنه. یک عالم شیعه، یک رهبر شیعه بهشون اظهار کرده بودن که قصد داشتن که در آینده نه چندان دوری در یکی از خطبه های نماز جمعه یکی از مساجد لبنان از یک رهبر کاتولیک، از یک کشیش، از یک اسقف دعوت بکنن که در خطبه ها رو افتیدان بشه، که خب شرایط حوادثی مجد رو خواهد.